برای مریم قسمت ششم. زن من معنی لبخند زمین بود، تو مشتش کردی. آهوی سبز ختن بود، تو گرگش کردی. می دویدم و صدای قارقار کلاغ طوری در گوشم بود که انگار روی شانم نشسته است. دمپایی راحتی مارجون را پوشیدم و از پله ها پایین رفتم. دو پله مانده به حیات، برف انباشته شده روی آن سر خورد و به داخل دمپایی رفت. لیز خوردم و افتادم. دستم بین برف ها فرو رفت و سرما تا روی شانه ام بالا آمد. آن را در هوا تکان دادم تا از سرمایش کم شود. ایستادم و درد مچ پایم را نادیده گرفتم و از لابلای درختان بلند و بیشاخ و برگ داخل حیات دنبال کلاغی گشتم که دیگر صدای قارقارش نمی آمد. کجایی؟ چرا گور تو از این باغ گم نمی کنی؟ چرا نمی میری؟ درخت ها دور من می گشتند و من هم چشمم به دنبال کلاغی بود که انگار بعد از همنشینی با آدمی زاد زبان آنها را فهمیده و خودش را از من پنهان نگه داشته بود. از گشتن دور خودم خسته شدم و ایستادم. سرم را بالا گرفتم و به خوشقد و بالاترین درخت باغ نگاه کردم که کلاغ روی بلندترین و محکمترین شاخه اش لانه ساخته بود. تا وقتی بهار بود و درخت ها پر از شاخ و برگ، کسی لانه اش را نمی دید. اما زمستان پرده از لانه اش می انداخت و سیاهی شبیه کلاف کاموایی روی درخت دیده می شد. وقتی پنجره اتاقم را باز می کردم، اولین چیزی که می دیدم این کلاف پیچ در پیچ روی شاخه های درخت بود. رفتی اون تو قایم شدی؟ من میدم این درخت رو قطع کنن. من از این باغ آبارت میکنم. فقط یک بار دیگه دوست دارم صدات رو بشنوم. بلند داد زدم. کجایی؟ همایون صدایم زد. ماری بیا تو، ولش کن. توجهی نکردم و از این درخت به آن درخت نگاه کردم که همایون بازویم را گرفت. بیا بریم تو، چته اول صبحی؟ یک دفعه به دستم نگاه کرد و گفت داری میلرزی دیوونه، بیا بریم تو، هنوز خوب نشدی، با دمپایی اومدی تو برف دنبال کلاغ میگردی. دستم را کشید و با خودش برد. پیراهن سیاه تنش را دیدم و دستم را به سمت صورتم برد و زار زدم. به طرفم برگشت و دستش را دور کمرم حلقه کرد. جلوی مارجون یه خورده رعایت کن، یه هفته نیست از بیمارستان مرخص شده، مامانم تازه خوابش برده. من را به دنبال خودش کشید و غرغر کنان ادامه داد. اومدی وسط حیات و داد و فریاد میکنی؟ وقتی داشتیم از پله ها بالا میرفتیم گفتم همایون بگو برف روی پله ها رو تمیز کنن، یکی دو ساعت دیگه مردم میان میخورن زمین. فقط به برف روی پله ها و بعد به سقف نگاه کرد که نتوانسته بود مانع از پیش روی برف به روی پله ها شود و بعد تا خود سالن قرقر پوشیدن دمپایی مارجون را کرد و پایم که خیس شده بود، مارجون با اینکی که در مرز افتادن از صورتش بود روی مبل نشسته به قرآن می‌خواند. همزمان داشت رادیو هم گوش می‌داد. زنجیر و پلاک طلای داخل گردنش روی پیراهن مشکیش می‌درخشید. داده بود برایش بسازند پلاک طلایی که شبیه جلد قرآن بود، همان پلاک طلایی که عمه به همه می گفت از اجدادشان به مارجون ارث رسیده و سوغات مکه است. همه ما را هم با این حرفش وادار به سکوت و همراهی در دروغش می کرد. عمه با فاصله کمی کنارش نشسته و چرت می زد. تسبیح از دستش آویزان بود و هر آن ممکن بود بیفتد. مارجون تا من و پای خیسم را دید بلند گفت سرور، سرور یه لیوان شیر برای ماری بیار. چشم عمه باز شد و راست نشست. تسبیح را محکمتر در دستش گرفت و به ذکر گفتنش ادامه داد و انگار نه انگار چرت می زده است. خودش را تکان می داد و من را نگاه می کرد. همایون به سمت شومینه رفت و کنارش دو زانو نشست. در حالی که پشتش به من بود گفت
بیا اینجا بشین گرم شی. به زحمت مبل دست طلایی و سلطنتی تک نفره را بلند کرد و کنار شومینه جا داد. مارجون رو به من گفت: فرستادمت بری بالا تو اتاقت بخوابی. تو حیات چه کار میکردی؟ من از 5 بیدارم. این کلاغه بله میکنه. هی قار 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 قار. سرم داره میترکه. دوشنبه صبح هم که بابا داشت از خونه بیرون میرفت، همین جوری تا بابا بره قار قار کرد. بابام دیگه بر نگشت و بلند گریه کردم. مارجون خودش را به جلو کشید و آرام تر گفت: همه ما داغ داریم، اما ماری جان برو بیای، این خونه زیاده. تو رو ببینن اول صبح توی حیات با دار و درخت دعوا داری، 1001 حرف پشتت در می آورن. عزاداری ما هم باید سر و شکل خودمونو داشته باشه جان دل. سرور که وارد سالن شد، مارجون لب گزید. دستم را از روی پیشانیم برداشتم و لیوان شیر را گرفتم. چشمم به عمه افتاد که با دقت نگاهم می کرد. به نظرم رنگ لباسش سیاه تر از لباس همایون بود و حتی سیاه تر از لباس مارجون. با سرزنش گفت: عمه جان، وقتی کلاغ قارقار می کنه باید بهش بگی خبر خوبت رو بیار برای ما، خبر بدت رو ببر بنداز تو آب دریا، نه اینکه بری بهاش یکی بدو کنی. به طرف همایون که با چشمانی تیز و برنده عمه را نگاه می کرد برگشت و گفت: چیه، راست میگم؟ این رو بگید از شوم می افته. همایون خودش را کنترل کرد تا حرفی به عمه نزند، اما وقتی نگاه پر از اخم مارجون را دید جسارت گفتن حرفش را پیدا کرد. عمه جان، ماری کم حساس شده، شما هم هی دل به دلش بده. عمه توپید: میخوای بگی خرافاته؟ مگه نمیبینی ماری چی میگه؟ روز عقد ماری هم من یادمه که اومده بود تو باغ و زل زده بود به خونه، بعد صورتش از گریه جمع شد. برادرم جوون مرگ شد، ماشینش هم آش و لاش شد. همایون کلافگیش را با نفس بلندی کشید نشان داد و از جایش برخاست. من ماندم با مارجون که فقط به گوشه ای زل زده و از دیشب چشمه اشکش خشکیده بود و عمه که بعد از دیدن ماشین جمع شده بابا تارهای سفید میان موهای مشکیش بیشتر به چشمم می آمد. مطمئن بودم دیگر روزی نخواهد آمد که به بلوار الیزابت بروم و از زیباییش لذت ببرم، قدم بزنم و موهایم را باز کنم تا هوا بخورند. ماشین بابا را آنجا پیدا کرده بودیم. خونی که روی صندلی و فرمان ماشینش بود برای همیشه با بلوار الیزابت پیوند خورده بود. شاید هم کل تهران برایم تنگ و تاریک می شد. سرم را به عقب تکیه دادم و چشمم را بستم. دیشب نخوابیده بودم. سرم پر بود از تصویر ماشین بابا. تنم که گرم شد چشمانم روی هم افتادن. ناگواری را تجربه کردم. مرز بین نخوابیدن و عزاداری برای نبودن بابا و خوابیدن و پاسخ دادن به نیاز ناگزیر جسم. خواب داشت با چشمانم بازی الله کلنگ می کرد که یک دفعه سوز سرمایی به پایم رسید و به دنبالش صدای بلند سرور که هیچ وقت عادت نداشت در را پشت سرش ببندد. ماری جان بلند شو، برو کت و دامنت رو بپوش، خالت اومده، الان بقیه هم میرسن. بیرمقتر داخل مبل فرو رفتم و حالا با تمام وجود دلم میخواست بخوابم. عمه اخم کنان از جایش بلند شد تا آمد حرفی بزند. مارجون گفت: بهنوش، حرفی بهش بزنی بی احترامی بکنی، من میدونم. و تو عمه به سمت اتاق بابا پا تند کرد، دستش را از پشت برای مارجون تکان داد و گفت: تا وقتی اینجاست من بیرون نمیام، نمیخوام چشمم به چشمشون بخوره. نماند تا مارجون جوابش را بدهد، رفت و در را پشت سرش بست. مارجون به سختی بلند شد: برو ماری جان، مامانت رو بیدار کن، بگو خواهرش اومده، خودت هم سرور راست میگه، برو کت دامنت رو بپوش، موهاتم روشونه کن. دیگه مادر شوهرت نیست، اما هرچی باشه تا آخر عمر خالت میمونه.
به اون چه که پسرش با شاه و خدا و پیغمبر سر جنگ داره. بلند شدم به همان کاری را که مارجون گفت انجام دادم. خودم را از پله ها بالا کشیدم. شاه، خدا و پیغمبری که مارجون گفت من را برد به مهمانی چند تا کله گنده و کارخانه دار لاهیجان، به باغ چای، به تراس بلند خانهشان، به نارنج، به مجموعه هتل کاباره و که کازینوی که قرار بود با همکاری هم در آینده نزدیک و به اسم نارنج در شرق گیلان داشته باشند، مشهورترین خواننده ها را به کابارهشان بیاورند، گوگوش، مرجان، مرضیه، حتی آنقدر پیش رفته بودند که برای افتتاحیه کاباره هم قرار شد پروین نوریوند بیاورند تا قوقای ستارگان برایشان بخواند. در کازینو هم به سبک کازینوهای لاس وگاس ساعت و پنجره نگذارند تا مشتریها زمانشان را گم کنند و بدون هیاهوی گذر زمان بی فکر پول خرج کنند. بعد از برنامه ریختن برای نارنج همگی دور هم جمع شده و به سلامتی رویای شیرینشان نوشیدند. جام مشروبشان را دوباره به هم چسبانده و نمی دانستند برای بار دوم به سلامتی که بنوشند. هر کس حرفی زد، به توافق نرسیدند. کمی از هم فاصله گرفتند، هم خودشان و هم جامشان. هر کسی به سلامتی آرزویش نوشید. همه نوبتی بلند آرزویشان را تکرار کردند، اما امید هم بیشتر فاصله گرفت، هم آرزویش را بلند نگفت. جام را به لبش نزدیک کرد، دستش را دور کمرم انداخت و زمزمه کرد: به سلامتی آزادی. آرزویش را زیر لب تکرار کردم: به سلامتی آزادی، به سلامتی آزادی. و تا سر بلند کردم بگویم آزادی کجایش ناسلامت است، سرخم کرد و آرام و گیج کننده بوسه‌ای به لبم زد، بوسه‌ای که نمی دانستم مست از نوشیدن گیلاس کنیاک بود یا مست آرزوی آزادی. او وسط مدعیان آزادی آرزوی آزادی داشت، وسط کسانی که می خواستند شهر، مسجد و میخانه‌اش به راه باشد و هر کس آزاد باشد به انتخاب یکی از این دو. نامتعادل و خسته از کنار همایون رد شدم. سعی کردم صورت ناراضی و بیحالم را از او پنهان نگه دارم. با تلفن حرف می زد و نمی توانست دنبالم بیاید، اما نگاهش روی من بود. در اتاقم را باز کردم و خودم را به تخت رساندم و تاق باز رویش افتادم. در این دو سال خاله ثریا را دوبار دیده بودم، اما در این چند روز مجبور بودم هر روز با او چشم در چشم شوم و یادم بیاید که چه حرفهای شیرینی راجع به امید می زده است. هیچ وقت باور نکردم که از کارهای امید بی خبر بوده باشد. سر و صدای داخل حیات زیاد شده بود. مثل تمام 5-6 روز اخیر یک دفعه خانه شلوغ می شد. بلند شدم و به طرف پنجره رفتم. چشم چرخاندم و دایی را دیدم که داشت مراسم را مدیریت می کرد و از سرور شروع کرده بود. چشمانم بی وقفه می گشت و دنبال چیزی بود که خودش هم نمی دانست. من دنبال چه بودم؟ دنبال آدمی بودم که نمی خواستم ببینمش و عجیب این بود که همه جا را می دیدم تا او را نبینم. 6 روز بود که بابا مرده بود و قرار نبود آدم جدیدی به این آدم ها اضافه شود. هر کس قرار بود بیاید آمده بود. نگاهم به سمت در خانه رفت. فاصله زیاد بود و شاخه های درخت مانع از دید درست من به در می شدند. مرد قد بلندی با کاپشن مشکی پشت به من در چارچوب در ایستاده بود. دو دستم به پنجره چسبید و چارچوب در مرکز دید چشمانم شد. همایون در اتاقم را باز کرد. نمیخواستم هیچ یک از حرکات مردی را که دم در ایستاده بود از دست بدهم. همایون کنارم ایستاد. مامان رو بیدار کردم، داره آماده میشه. تو هم بیا برو پایین،
خاله تنهایی با مارجون نشسته زشت خوب. مرد تکانی به خودش داد و با نوک کفشش به برفهای زیر پایش ضربه زد. انگشت اشاره ام را به آن سمت گرفتم و گفتم امید اومده؟ به سمتش برگشتم. خاله رو امید رسونده. همایون نیم نگاه بی تفاوتی به سمت جایی که اشاره کردم انداخت و گفت امید کجا بود؟ امیره. خاله رو هم امیر آورده. دوباره با سرم به آن سمت اشاره کردم. خوب نگاه کن، امیده، امیر نیست. اونجا رو ببین. بازویم را گرفت و از زورش استفاده کرد. بیا لباس بپوش بریم پایین. امید اصلا تهران نیست، لاهیجانه. روی تخت که نشستم هنوز شک داشتم که مرد کنار در امیر باشد. همایون مقابلم ایستاد. چته تو؟ امید بلند میشه میاد اینجا؟ مگه نمیدونی عمه پیغام فرستاده که حق نداره پاشو بذاره توی این خونه؟ حتی اگه عمه هم نمیگفت نمیومد. دست روی کت و دامنم گذاشتم و از همایون روی برگرداندم. برو به مامان بگو حاضر بشه بره پایین. من واقعا حوصله ندارم. ترجیح میدم از اینجا یک سره برم سر خاک بابا. حوصله تسلیت شنیدن و تشکر کردن ندارم. همایون برخلاف انتظارم کنارم نشست. ماری، یک سوال ازت بپرسم. راستشو میگی؟ میدانستم سوالش هرچی باشد مربوط به امید خواهد بود. برو، میخوام لباس عوض کنم. بی توجه به چیزی که شنید گفت تو از نیومدن امید به مراسم بابا ناراحتی؟ فکر میکنی با نیومدنش به همون بی احترامی کرده؟ بلند شدم و کتم را برداشتم. فقط میدونم کار خوبی کرده که نیومده. باور نکرد. خب اگه ناراحت باشی هم حق داری، یعنی من بهت حق میدم. اون باید میومد. شده یک ساعت، یک لحظه سر خاک بابا، در حد یک فاتحه خوندن. بقیه به روشون نمیارن تا ناراحت نشی، اما انتظار همه ما این بود که بیاد. اگه دیگه داماد این خانواده نیست و قرار بود برای همیشه قطع رابطه کنیم، اما الان بابا مرده و وضع فرق کرده، بهتر بود که نشو میذاشت کنار. داشتم به یقه کتم نگاه میکردم تا بی توجهیم را نسبت به حرفهای همایون نشان دهم، اما با شنیدن کلمه کینه به سمتش برگشتم و در حالی که چانه‌ام از خشم میلرزید گفتم کینه؟ اون از ما کینه داره؟ انگشت اشاره‌ام را بالا آوردم و مقابل چشمان متعجبش نگه داشتم. دیگه حتی وقتی هم با خودت تنهایی این کلمه رو نگو همایون. اونی که طلبکار ماییم، اونی که بدبخت شده، اونی که آبروش رفته، اونی که شده یک زن مطلقه بدبخت، منم. کینه ای هم باشد مال ماست. دیگر نفسم یاری نمی کرد تا ادامه بدهم. آرام تر شدم. سر ما کلاه رفته همایون. از در و دیوار آدم می ریزه و پسر خاله همه چی تموممون رو با لباس دامادی میان با فضاحت می برن. گنجشک رنگ کردن، جای قناری انداختن بهمون. وقتی دست بردم تا بلوزم را از سنم بیرون بیاورم، سری تکان داد و رفت. کت و دامنم را پوشیدم و مقابل آینه ایستادم. شانه را برداشتم و روی موهایم کشیدم. خاله ثریا همیشه تأکید می کرد موی دختری که در شرف ازدواج است نباید کوتاه باشد و نبلند. باید به اندازه باشد، مخصوصا که اگر قرار باشد عروس او شود. زن پسرش امید، آن وقت باید به این ریزه کاری ها بیشتر هم دقت کند. فرق باز کردم و موهایم را روی شانه رها کردم و بیرون رفتم. خاله پا روی پا انداخته و دستش روی پای مامان بود و به حرفهایش گوش می داد. از پله که پایین می آمدم من را دید، لبخند موقری زد و سری تکان داد. با نگاه به مارجون به طرفش رفتم. بلند شد و با هم روبوسی کردیم. بهتری ماری جان؟ دیروز اصلا حال خوشی نداشتی. بهترم، ممنون. نمیتوانستم سرد و خوش بودنم را حتی به حکم نگاه مارجون کنترل کنم.
بیشتر از این از من بر نمی آمد. خاله هم فهمید و دم نمی زد. مامان به لباسم نگاه کرد و گفت امروز حتما پالتو بپوش. بعد هم سرور را صدا زد، اما در باز شد و به جای سرور آذر داخل آمد. نمی توانست جنب و جوشش را کنار بگذارد. تا داخل شد دستکشش را از دستش بیرون آورد و کلاهش را روی شاخ گوزنی که به دیوار نصب بود گذاشت و گفت جانم عمه، کارداری به خودم بگو. بابا سرور رو اون بر گرفته به کار. قبل از اینکه جلو بیاید خم شد، صورت مامان و خاله را بوسید. خاله از این سبک رفتارهایش خیلی خوشش نمی آمد، اما گرمتر از مامان جواب بوسش را داد. مامان حال و حواس درستی نداشت. خب عمه جان، چه کار داشتی با سرور؟ مامان نگاهی به من کرد. میخواستم بگم بره پالتوی ماری رو بیاره. آذر مقابل مامان خم شد. خودم در خدمتشم. پالتو آوردن که سهله، تنش هم میکنم. زود به سمت پله ها رفت و من هم نگاه چپ چپی به مامان انداختم و به دنبالش رفتم. وایسا آذر، خودم میارم. اما دستش را روی نرده ها گذاشته و سری بالا رفته بود. تا در اتاق تنها شدیم، نقاب برداشت و آن رویش را به من نشان داد. دستش را به پشت سرش برد و روی موهای کوتاه پشتش کشید و روی تخت نشست. عمه ثریا هم خیلی روش زیاده ها. چه خبره؟ هر روز بلند میشه میاد اینجا. بابا خجالتم خوب چیزیه. به کمدم اشاره کردم. بلند شو پارتم رو بده. اخ میکرد. نوکر شکل من تا حالا دیدی؟ بد کردم از زیر چشم سنگینم عمه ثریا نجاتت دادم. به طرف کمدم رفتم و پالتو را از آن بیرون کشیدم. همین که پالتو را روی دستم گذاشتم، آذر نزدیکم شد. انگشتش را روی صورتم گذاشت. چه پوست نرمی. دستش را به طرف موهایم برد و چشمانش را ریز کرد. از پسر رئیس قبیله چه خبر؟ پیداش نشد؟ سرم را عقب کشیدم و گفتم آذر حوصله ندارم. همین چند دقیقه پیش کلی با همایون بحث کردم. تو دیگه ول کن. گردنش را کمی کج کرد. بابا جان ما که میگه کار مهمی. دقت کن، کار مهم. نه از این کار الکیا براش تو لاهی جان پیش اومده که نتونسته تو مراسم پدر زن سابق و شوهر خاله دایمش باشه. بالاخره خواهرزادشه. نمیتونه بگه از لجش نیومده که. اصلا تو بگو به پسر الیاس خان بزرگ میخوره که از این کارهای چیف بکنه؟ دستانش رو از هم باز کرد. آخه اونا از خانواده بزرگی هن، اصل و نسب دارن. میشه نشست پشتن در پشتشون را نام برد که چه خدماتی برای گیلان و مردمش کردن. من جای تو بودم میرفتم پایین و مینشستم جلوی عمه ثریا و میگفتم خاله عزیزم چه خبر؟ پسرت وارث اصل و نسب و قبیلتون از زندون آزاد شدن که بیاییم برای سرسلامتی. کینه آذر از خال ثریا و خانوادهش مال امروز و دیروز نبود. همه فکر می کردن کینه اش به خاطر امیر است که هرچه کردن نتوانستند او را برای ازدواج با آذر راضی کنند. اما من می دانستم آذر به کل از خانواده شوهر خاله ثریا و جایگاه اجتماعیشان بدش می آید. برای تفکراتی که داشت بارها علیه آنها در روزنامه رهسپار مطلب نوشته بود. از امتیازاتی که خانسالارها در روستاها داشتند و نفوذشان در دستگاه‌های دولتی به تفصیل مطالب انتقادی نوشته بود. خیره در چشمانش گفتم برام اهمیتی نداره. امید بخشی از زندگی منه. اون بخش سیاه و تلخش میخوام فراموش بشه. به نظرم تنه و کنایه زدن به خاله در شأن من نیست. از این حرفا و حدیثا هم خوشم نمیاد. برایم کف زد. الحق و الانصاف، تو با این ابهت و این بزرگمنشی لایق همسری پسر رئیس قبیله بودی. کی بهتر از تو؟ بچه هاتون اراده رو از تو ارث میبرن و خون خانزاده هم تو رگ و پیش. چه عجوبه ای میشه. نشد که بشه.
این حرف ها را با کنایه به من گفت. دلخور نگاهش کردم و به طرف در رفتم. وقتی دید ناراحت شدم سریع راهم را سد کرد، دستش را بالا برد و روی شقیقش گذاشت. توی سرم پر از حرف ماری، درد دارم، میتونم سالها بشینم و بنویسم و باز حرفام تموم نشه. امید به چه اتهامی دستگیر شد؟ فعالیت علیه شخص اول مملکت، کوچکترین جرمش اینه که جزو سردمداران تظاهرات علیه شاه در آمریکا مقابل سفارت ایران بود. اما چی شد؟ بعد از 18 ماه از زندان آزاد میشه. 18 ماه، میفهمی؟ انگار سر یک نزاع خیابونی زده یکی رو لتو پار کرده یا به ناموس یکی چپ نگاه کرده. من و دوستام توی اون نشریه کوفتی اگه قاب عکس شاه که روی دیوار اتاقمون نصب یه ذره کج بشه 3 سال شکنجه و زندونی داریم. چی شد که اینطوری شده؟ ارتباطات قوی الیاس خان، نفوذشون تا بیخ گلوی ساواک، وکلایی که مثل آب خوردن از کوه کاه میسازن و جرم امید در نهایت میشه ببخشید نفهمیده. داشته از بغل سفارت رد می شده. امید متهم به چیزهایی بود که اگه سر نخه فقط یکیشون رو می گرفتی و می رفتی برای ابد باید تو اون می دادی. اما حرف از زیر سیبیلی و چرب کردن سیبیله. من همه کارام از این به بعد توی روزنامه می شه همین. اینکه هر گونه فعالیتی علیه شخص اول مملکت جرمه و مجرم باید به اشد مجازات برسه، فرقی هم نداره اون دانشجوی زپرتی باشه که شپش تو جیبش چارقاب میزنه یا دست فروشی که هر بار تو گاریش یه چیز میفروشه. یا امید، پسر الیاس خان، تخم و ترکه یکی از سرشناسترین خوانین گیلان، به سینه ام زد و گفت تو هم باید کمکم کنی، روی تو هم حساب کردم، زرنگی، زهر کلامتم عالیه، میشینه روی هدف. چشمکی زد، دلتم خنک میشه، حالا بریم پایین. دستم را روی سینه‌ام گذاشتم، همان جایی که آذر انگشتش را زد. جدیت رفتار و حرکات آذر مثل دعوت به یک مبارزه واقعی بود. آرام از پله ها پایین رفت، در پاگرد ایستاد و لحظه ای به عقب برگشت و گفت بیا با ماشین بابا بریم. پشت سرش راه افتادم. در حالی که تمام حواسم به حرکاتش بود، مقابل خاله ثریا نشست و یقه کتش را درست کرد و گفت حالا شدم مجون. کمی عقب تر رفت و موشکافانه به سر تا پای مامان نگاه کرد. شما هم یه دست به موهاتون بکشین خاله. مامان بی خبر از نمایشی که آذر داشت اجرا می کرد گفت کی حوصله داره، خوب همین. و آذر خودش دست به کار شد و موهای مامان را حالت داد. آذر در ذهنش پشت نقابش کسی بود که با سرعت تمام می دوید تا همه را پشت سر بگذارد، اما بیرون از دنیای ذهنش خودی را به بقیه نشان میداد که در نهایت بی تفاوتی قدم بر می داشت و برایش مهم نبود که چقدر بقیه با سرعت از او فاصله می گیرند. رفتارش با خاله ثریا اصلا شبیه کسی نبود که در اتاقم آنطور تلخ و تند راجع به امید می گفت. هم قدم با آذر به سمت در می رفتم. امیر هنوز کنار در ایستاده بود. آذر با دیدن امیر با شانه اش ضربه ای به من زد. پایان قسمت 6.